بسم الله الرحمن الرحیم. حمد رانم بر زبان لله رب العالمین، آن که جان بخشید در قرآن، هدن للمتقین. سلام نوردانه کلام تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. امیدوارم که اولین روز از سومین ماه فصل بهار رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و انشاءالله ماه پر از خیر و برکتی در انتظار شما باشه. خب همینطور هم هست، اعیاد بسیار فرخنده ای در پیش رو داریم در انتهای هفته میلاد و سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در ادامه ماه مبارک شعبان و ادامه ماه رجب به بعثت پیامبر مکرم اسلام و اعیاد شعبانیه. امیدوارم که لحظاتتون لحظات قرین با آرامش و معنویت باشه. اجازه بفرمایید امشب هم برنامه رو معطر کنیم به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه شبانگاهی اسرا هستید. یه سوال همین اول برنامه داشته باشم ازتون. همه ما میتونیم این سوال از خودمون بکنیم. اول خرداده و یه ماه جدید رو شروع کردیم، اگر یه عمر دوباره بهمون بدن چجوری زندگی میکنیم؟ یه بار دیگه میگم، اگر یه عمر دوباره‌ای بهمون بدن چگونه زندگی میکنیم؟ تو بخش زندگی شخصیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، فضای شغلمون، درسمون، ارتباط با دیگران، ارتباط با خدا، همه اینها رو یه مروری بکنیم که اگر دوباره به ما یک فرصت زندگی بدن چگونه آغاز میکنیم؟ امروز و این لحظه، همون لحظه‌ای که به ما فرصت دادن برای آغاز یک زندگی جدید، یه نگرشی داشته باشیم روی فضای زندگیمون در بخش‌های مختلف اجتماعی شخصیمون، تو فضای کارمون، تو فضای ارتباط با همسر، ارتباط با فرزند، ارتباط با پدر مادر، صله رحم، ارتباط با مردم جامعهمون و ارتباط با خدا، تو فضای حالا عبادتمون، تو فضای شغلمون، تو فضای تحصیلمون چگونه برخورد میکنیم، چگونه زندگی میکنیم. خیلی جالب بود، یکی از حالا میشه گفت که روانشناسان امروزی میگفتش که من همیشه فکر میکنم اون لحظه ای که من از دنیا میرم و مجلس ختمم هست و حالا مجلس یاد بود برا من میگیرن، دوست دارم که همه اون کسانی که با من یه جوری در ارتباطن چه جوری راجع به من حرف بزن. مثلا دوستانم راجع به من چی بگن، همسرم راجع به من چی بگه، بچه‌هام چی بگن، همکارام چی بگن، مردمی که همسایه های ما هستن بالا پایین تو این زندگی امروزی چی بگن. همون کارا رو امروز شروع کنم انجام دادن. یعنی اگه من دوست دارم همکارام راجع به من خوب بگن، همین الان شروع کنم به خوب بودن. اگه دوست دارم که خانواده‌ام، زن و بچه‌ام راجع به من خوب حرف بزنن یا نظر خوبی داشته باشن، همین الان شروع کنم. پس الان همون لحظه‌ای که به من و شما هدیه کردن و همون لحظه‌ای که متولد شدیم، از فرصتمون استفاده کنیم. 1401 در اختیار شما بینندگان عزیز و ارجمند هست که با ما در ارتباط باشید. تنها
بازم تأکید میکنم تنها و تنها پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 1401 هست که انشالله با ما در ارتباط. نظر، پیشنهاد، انتقاد، حال نکته به ذهنتون میرسه حتما ما در میون بگذارید. حالا یواش یواش هم داریم نزدیک میشیم به روز ولادت امیرالمومنین. حالا ما تا شب ولادت برنامه داریم الحمدلله، انشالله این توفیق هست که فردا شب هم با بخش حفظ در خدمتتون باشیم. فردا شب حالا پیاماتون رو خواهش میکنم که برام بفرستید. حالا امشب اگه دوست داشتید برای ما ارسال بفرمایید و پیامک های شما رو من میخونم. حالا یکی دو تا پیامکم هست که خیلی لطف داشتن به ما، گفتن برای حاجت ما دعا کنم و وحید چشم. با سلام، تولد حضرت امیرالمومنین تبریک گفتم به ما، خیلی خوشحالی گفتن از بس ما برای شما پیامک فرستادیم، شارژ موبایلمون تموم شد. آقای مرتضوی خوندیم، سلام، در مورد اعتکاف صحبت کردند و موارد دیگر. ولادت حضرت علی اصغر رو تبریک گفتن و ثبت نام کردن. این نکته را من بگم، اگه میخواید ثبت نام کنید در مسابقه ما افراد از طریق پیامک 1401، اون هم اگر میخواید در رشته اذان شرکت کنید بفرستید اذان، اگه میخواید در رشته دعا شرکت کنید بفرستید دعا، اگه در بخش حفظ میخواید شرکت کنید حفظ رو بفرستید، حتما نام خانوادگی بفرستید چون روزهای خواهران و برادران جداست. در بخش قرائت هم اسم اون قاری که میخواید تقلید کنید، یعنی یا استاد مصطفی اسماعیلی یا استاد منشاوی یا استاد عبدالباسط. خیلی ممنون از همراهیتون، بریم با هم بخش تلاوت استاد عبدالباسط رو ببینیم و بشنویم ان شاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه. بر بچه خوب عبدالباسط خون میان روی خط ارتباطی ما. وهديناه النجدين شب شما بخیر باشه. مثل چهارشنبه شب‌های گذشته در کنار من جناب استاد روزرگری حضور دارن که در مقابل دیدگان شما مجددا بهشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم خدمت شما، هم همکاران محترم، برادران عزیزم در داخل استودیو و بینندگان عزیز و ارجمند، قراء محترمی که امشب در خدمتشون هستیم، به همه عاشقان قرآن سلام و عرض ادب دارم. پیشاپیش میلاد با سعادت مولا الموحدین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و عاشقان مکتب علوی تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم. آقا پیشاپیش هم ما به شما تبریک می‌گیم. یه نکته‌ام که اینکه روز پدر هم بر شما مبارک بشه. خیلی متشکرم. می‌دونم که دو دسته گلتون الان نشسته دارن نگاه می‌کنن. بر همه پدرهای شما مبارک بشه. خوش بالاشون. از همینجا دست پدرمو می‌بوسم. به ایشون تبریک می‌گم. خدا ان شاء الله حفظشون کنه. بسیار خوب. بریم سراغ برنامه امشبمون. جناب استاد پورزرگری در کنار ما هستند و حالا میدونید روال نمره دادن امیر پورزرگری خوب و خیلی خوب و عالی و ایناست دیگه. نمره حالا بچه‌ها می فراهم کنن، حالا قلم و کاغذی که جناب استاد همینجا بتونن بعد شما خودتون همراهتون دارید دیگه همیشه اون هستید. من قلمش هست. خیلی خوب. سلام به شما. آقا سلام. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ سلامت باشید. خوب هستید شما؟ خوب هستین؟ سلامت باشید. ممنون. چه خبر؟ سلامتی الحمدلله. یه لحظه واسه من خدمت شما و کارشناس محترم به نام جناب آقای پورزرگری عزیز. آقا معرفی کنید خودتون رو. مشهدی پور هستم از شهر جدید پرند. از شهر جدید پرند آقای مشهدی پور. اسم کوچیکتون چیه آقای مشهدی؟ علی. علی چند سالتونه؟ 46 سال. آقا دیگه باید آقای مشهدی پور صدا کنیم دیگه، اسم کوچیک نمیتونیم بیاریم. آقای مشهدی پور خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. چه میکنید آقای مشهدی پور؟ الحمدلله دعا به جون شما. سلام. نه منظورم اینه که تو فضای کاری چه کار میکنید؟ فضای کاری تمون خدمتتون عرض کردم سری قبل که آقا یعنی میخوای از سری قبل تقریبا یادم مونده باشه؟ بله. خیلی توقع دارید از ما آقای مرتضی. ما در خدمت
قرآن هستیم در دفتر سازمان تبلیغات اسلامی. آقای مشهدی پور از قرآن. بله آقا خیلی خوش آمدید. آمد باشید. میدونی قضیه چیه؟ قضیه اینه که اسمان میرسن اینجا برای ما میان روی خط تا ما یادمون بیاد که بچه هم جز متسابقین ما کجا هستن دیگه. هم متسابقین هم از سابقون از سابقون هستن. بله جز هم آقا همیشه شما پیشی گیرنده ای دیگه. انشالله که موفق باشید. خیلی خوش آمدید. ممنونم متشکرم. آقای مشهدی دفعه پیش چی شد؟ به کجا رسیدین؟ دفعه پیش که چهارم شدیم. آره دیگه اومدم به فینالم راه پیدا کردن، رتبه چهارم رو در بخش عبدالباسط پیدا کردم. منتها ما اجازه دیم غیر از نفر اولمون بقیه بچه ها شرکت کنن دیگه، دوست داشته باشن بیان. خودشون در بخش مصطفی اسماعیل بود. در بخش مصطفی شرکت کردیم چون یادم هست اومده بودی شما تو استودیو بخش مستندش هم نشون میدادن. آها این سری تو بخش عبدالباسط شرکت کردیم. خیلی خوب باش. خیلی خوشم. مصطفی هم خواست شرکت کنی دیگه؟ نه اصلا قسمت اینطوری بود که ببین چرا هنوز خیلی نگذشته، یعنی همین الان میتونی تغییر عقیده بدی ها؟ نه همین خوبه. همین خوبه؟ بله مطمئنی؟ بله. بریم آقا بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من کل الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين باریکالله ماشاءالله. آقای مشهدی پور. بله بله ماشاءالله. سلامت. چرا سری پیش تو مصطفی شرکت کرده بودی؟ احسن باریکالله. سلامت بشه. من فکر کنم که این خود دلیل بر این هست که جایگاه قرائت مصطفی اسماعیل جایگاه مخصوص خودشه، جایگاه استاد عبدالباسط همینطور و هر کدوم کلاس خوندن خودشونو داره. اون صدا رو میخواد بالاخره تو عبدالباسط. در رابطه با عبدالباسط بحث همینه. آره. که در رابطه با عبدالباسط غیر از حالا اون موارد فنی یک صدای فاخر. آره. و یک حنجره طلایی لازمه. مثلا هر کسی مرد حضور در صحنه عبدالباسط من یه خاطره به ذهنم رسید جناب. آقای با مشهدی پور خدافظی کنین. باشه ببین نداره. علی آقا بله شما فهمش نداری؟ من شما برم سلامت. ایشون خیلی خوب خوند. خیلی خوب بود. آقا خیلی خوب. خیلی خوب خوند. کیف کردی؟ من آقا علی آقا شما اگه یه عمر دوباره خدا بهت بده چیکار می‌کنی؟ بازم میام قاری قرآن میشم. قاری کردم. موفق باشی. شاید بخیر. خدا حافظ. شما که خدا توفیق بده هممون قاری عامل به قرآن باشیم. عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم استاد حاج محمد غفاری رضوان الله تعالی علیه. خب از اساتید قرآن و اذان ایشون خب الان معروف از اذان‌های فاخر و معروفی است که معمول پخش میشه. در مکه بودیم توی اتاق نشسته بودیم با هم مسابقه گذاشته بودیم که این وضوهای مرحوم استاد عبدالباسط رو بخونیم. بخون. من گفتم میتونی تو این پرده بخونی؟ گفتم میخونم. خب نه این قصه مال مثلا 22 سال پیشه. بعد عرض کنم که گفتم میخونم. گفت من میخونم بعد تو بخون. بعد ایشون خون دیدیم اصلا گام صدای مرحوم استاد غفاری خیلی گام بالا و یه پرده خاصیه. مرد میخواد تو اون پرده قرآن خوندن. ما مثلا اوج صدای خودمون حالا صد که عبدالباسط داریم میخونه و تو اون گام وارد شدن خب کار خیلی مشکلیه. شما چیکار کردین؟ گفتید گفتم که آقا من قبلی که بخونم گفتم که من همینجا تسلیم من با پرده خودم میتونم کنم، پرده صدای خودم. بعد ایشون خوندن، حالا ما هم خوندیم، ولی خب همه
شهادت دادن که بابا تو هنوز طفلی در مقابله. عرض کنم که حالا برادر عزیزم آقای مشهدی پور بزرگوار، این پرده ای که از صداشون گرفتن، این دیگه سقف صداست. مثلا حالا ایشون یه فراز رو الان میخوان اجرا بکنن، الان خوندن، ولی اگه بخوان یه تلاوتی رو ایشون انجام بدن که مثلا در 15 دقیقه از این پرده صدا هم بخوان چندی مار استفاده کنن، قطعا خسته میشن و جواب نمیده. من توصیه هم نستش که برای که بهش صدای ایشون لطمه نخوره، حداقل حداقل نیم پرده پایین تر بگیرید که هم حالا این جلای این در واقع فراز حفظ بشه، هم صدای شما کمتر آسیب ببینه. زمینه که یکی دو جام ما این خروج داشتیم، فالش داشتیم، ولی در کل خیلی خوب بود. بسیار خوب. من این سوال مطرح کردم اول برنامه که اگر خداوند عمر داره به شما میداد چه میکردید؟ این فرضی نیست. بعضی گفتن به سوالات فرضی جواب نمیدیم، آقای موسی بعضی گفتن کل عمرمون رو سجده میکردیم، سال 90 زندگیم حذف میکردم و موارد دیگه. خیلی جالب، شما میتونید برام بفرستید که اگر خداوند به شما عمر دوباره بده چه میکنید؟ این یعنی اینکه همین الان خداوند عمر دوباره به شما داده، همین که ما هستیم نفس میکشیم یعنی عمر دوباره، یعنی لطف حضرت هم و خود همین یه نتیجه میشه و یه پایه میشه برای زندگی بهتر. شما بگید اگر خداوند به شما عمر دوباره بده چگونه زندگی میکنید در تمام بخش های زندگی، در بخش های خصوصی مثل زندگی خانوادگیتون، در بخش کاریتون، در بخش درس، در بخش ارتباط با اجتماع، در بخش ارتباط با خدا. سلام به شما بیننده عزیز. آقا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و کارشناس محترم برنامه. حال شما چطوره؟ خیلی ممنون، متشکرم. سلامتی؟ ممنونم، سلامت. شما از مازندران تماس میگیری؟ بله، از شهرستان بهشهر. از بهشهر. آقا یه مازندران اینجا پشت دوربین داریم؟ بله، یه مازندران اینجا پشت دوربین داریم. آقا بهشهر چه خبر؟ بهشهر سلامتی هستیم. بارون میاد؟ الان که بارونیه. الان بارونی. هوای دل شما چجوریه؟ هوای دل ما خیلی بارونی تر از این بارون. چرا؟ خب خودتو معرفی کن، اسمش هم نمیدونم. خودتو معرفی کن. من محمد علی عابدی هستم. چند سالت محمد علی؟ 22 سالم. 22 سال. محمد علی عابدی چرا هوای دلت اینقدر بارونیه؟ از شادی و شوق. آها خب آها یه لحظه دلم ریخ پایین حالی گفتم خب چرا چی شده؟ از شادی و شوق چی؟ بله. از این که ارتباط داری با اسلام سو استفاده کنی. محمد علی جام رفت خود جواب منو بده، میگم از چی شادابی؟ محمد علی بگذن جواب منو بده. آقای محمد علی بله بفهم صدا منو میشنوی عزیزم؟ بله الان قشنگ منو میبینی؟ منم داری میبینی؟ بله. خب خدا رو شکر خیلی خوش آمدی به برنامه. متشکر. الان سرحالی قبراقی برای خوندن؟ بله. چی کار میکنی؟ تو بهشهر چی کار میکنی؟ درس میخونی؟ مشغول کاری؟ من درس میخونم. درس میخونی؟ صدای من دیر میرسه به شما؟ بله. چرا این سری گفتی؟ خیلی خوب آماده ای برای تلاوت؟ بله آمادم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
آقا محمد علی. بله. خیلی ممنون. احسنت آقای عابدی عزیز، طیب الله انفاسکم. شما صدای خوبی داری، آمادگی داری که انشالله در آینده اگر تمرین های موسع و مرتبی داشته باشی، حضور مرتبی در جلسه اساتید و زیر نظر یک استاد کار بکنی و به نکاتی که میفهمان دقت بکنی، انشالله پیشرفت خوبی بکنی. اما در حال حاضر این تلاوت رو شما از نظر آهنگین نسبتاً کلیات آهنگیشو خوب گرفتی، نسبتاً تحریراشو خوب اجرا کردی، اما از نظر تجویدی خیلی اشکالات به صلاح جدی داشتید و نکات برجسته‌ای رو از جمله مخارج حروف و بعضی از صفات حروف، بعضی از احکام الحروف رو مثلا شما کاملاً رعایت نکردی و اینو باید دقت بکنید. تجوید شما خود ضعیفه، شما تمرین بکنید. در بسم الله الرحمن الرحیم اول که آغاز کردین هم فالش صوتی داشتید، هم ارسلان خدمت شما که یه جا تحریر قشنگ جا نیفتاد و در علم نجعل له عینین همزه به عین تبدیل شد، باز جاهای دیگه این اتفاق افتاد، همزه به عین تبدیل شد، فلقت حمل عقبه قلقله نداشت قافش و کار داره. حالا بعد ان شاءالله بیشتر تمرین بکنین، حالا با نمره متوسط رو ایشون میدیم، امیدواریم که در آینده با تمرین بیشتر رشد بیشتری حاصل. خیلی ممنونم محمد علی جان. بله، شبت بخیر. خیلی ممنونم. من می‌خواستم تشکر کنم از اساتیدم، حاج وحید محمدی، حاج ابوذر محمدی و همچنین حاج علی اکبر محمدی. خیلی زحمت میکشن تو هیئت انصارالحسین علیه السلام با حداقل امکانات، بدون وصف به اینکه به هیچ نهاد یا اداره‌ای باشن، دارن زحمت میکشن. خیلی تشکر میکنم از ایشون و همچنین میخوام این بیت رو تقدیم به ایشون کنم از علامه طباطبایی: من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. بسیار خیلی ممنونم. احسن، شبت بخیر. خداحافظ. خداحافظ. خیلی ها گفتم برای ما سلام، سعی میکردم حضور زندگی کنم که دیگه از خدا فاصله نگیرم، با آرامش زندگی میکردم. بعضی گفتن اگه بقیه برمیگشتم چند ماه، چند روز بقیه برمیگشتم تاریخ ادبیات هم میخوندم تا خراب نکنم تو امتحان. حالا اینم نکته ایه، سعی میکردم اشتباهاتم رو جبران کنم، پاک زندگی میکردم، گناه نمیکردم، همه کارام نظر خدا و رضای خدا رو در نظر میگرفتم. و بعضی ها گفتن که اگر یه جوری عمو وحید یه جوری زندگی میکنم که کسی غمگین نباشه از بودنم و کسی هم به وجد نیاد از مردنم. و دیگر دوستان که برای ما نوشتن خیلی ممنون و متشکرم. از خواهران وردانی که در بر سلامتی مولا بیشتر دعا میکردم و موارد دیگه که برای ما فرستن. خیلی ها برای ما تبریک گفتن ولادت حضرت امیرالمومنین و وحید توسلی عزیز، همینطور گفتم فردا نمیتونم فردا شب ببینم، از الان دارم تبریک میگم. سلام به شما بیننده عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای مرتضوی با استاد گرامی آقای پوردرگری. سلام علیکم. خیلی خوشم. مهدی مهدوی‌نیا هستم، 15 ساله قزوین. آقای مهدی مهدوی‌نیا 15 ساله از قزوین. از قزوین. خیلی خوش اومدی مهدی جان. مرسی ممنون. کلاس چندمی؟ اول دبیرستان. اول دبیرستان. امتحانات چطوره؟ مرسی ممنون. شروع شده؟ بله. شروع شده امتحانات دیگه؟ بله شروع شده. چه امتحانایی رو پشت سر گذاشتی؟ امتحانا شیمی، دین و زندگی. دین و زندگی اولین امتحانتون بود نه؟ بله. خب چطور بودن این چند تایی که امتحان دادی؟ خوب بودن. نه جدی بگو. جدی خوب بودن. خوب بودن؟ بله. امتحان نزدیک آیندت که شنبه؟ شنبه ایشالله امتحان فیزیک. ایشالله فیزیک خوب بلدی؟ بله. خوندی؟ اینا نه که بگه مثلا اگه من دوباره برمیشم عقب مثلا ادبیاتم خوب میخوندم خراب نکنم. نه یاد کنیم از یه شرکت کننده که از اهواز بگم زنگ زد معلم فیزیک بود، اسمش یادم رفته بچه‌ها اگه بهم بگن خوبه. خیلی خب بریم سراغ خوندن. مهدی بچه‌ها گفتی ببینم؟ بله گفتم. همه رو گفتی دیگه؟ بله. مدرسه و دوستا و بچه محله و فامیل و؟ بله. باریک الله چه با قدرت میگه. بله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. ما شاء الله باریکلا آقا مهدی. مهدی جان. بله. هست صدا در میاد الان. سختی قصد سختی بچه‌ها از این سلام علیکم می‌کنیم بله. صداشون رو می‌خوایم بشنویم خیلی سخته. آقا بسم الله. ان شاءالله که خیلی خوب بود. من خیلی لذت بردم. باریکلا. باریکلا. احسن بر آقا مهدی عزیز. ایوالله انفاسکم. عرض کنم خدمت شما که خوب بود. اما باید بگم بین متوسط و خوب بود. شما یه مقدار تو بحث صدا اینا میذاریم پا حسابه به خاطر سن شما که هنوز صدای شما تثبیت نشده، دوران تکلیف رو دارید سپری میکنید و یه جاهایی صداتون هنوز گرم نیست، هنوز روون نشده رو انعطاف های صوتی و روانی این تحریرها بعد انشاءالله بیشتر تمرین کنید. البته توصیه من این هستش که با توجه به سنتون شما باید مواظب باشید به صداتون اصلا فشار نیارید. حتی حالا اینجا یه فضای پیش اومده یه مسابقه اجرا بکنید، اما اگه احساس بکنید که همین مسابقه ها به صدای شما فشار میاره باید خلاصه استراحت بدید به صداتون و مراقب صدا باشید تا انشاءالله صدا شکل واقعی خودشو پیدا بکنه، تثبیت بشه. خوندن رو تعطیل نکنید، بخونید ولی با صدای پایین‌تر، با حالت توسط، با صدای بم ترتیل خوانی بکنید تا هم تسلطتون روی مخارج حروف، ادا الحروف، اتقان در ادا نکات تجویدی و هم گرم شدن به پایه صدا بیشتر بشه ان شاء الله. خیلی ممنونم مهدی جان. بله. شما فرمایشی نداری؟ من می‌خواستم که از همه استادام، استاد فنجانچی، استاد آهنی و استاد بهاری و همه معلمانی که برای من زحمت کشیدن تشکر کنم و همچنین میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و خدمت همه ملت مردم ایران تبریک عرض کنم. خیلی ممنونم. من یه به پدرت نگفتی یا مهدی جان؟ بله خدمت همه پدرانم روز پدر تبریک عرض کنم. باریکلا شاید بخیر بشه. من یه تذکر خدمت آقا مهدی عزیز و عزیزان دیگه که میخوام بخونن عرض بکنم، چون حالا دارین تقلیدی میخونین. نفر اول که خوندن و ما ادراک مل عقبه گفتن، یعنی الف رو با همون حالت در واقع فتحش قرائت کردن. عبدالباسط چون داره در قرائت ورش میخونه اینجا الف رو با حالت تقلیل قرائت کرده، ادراک. شما که ادریکه اصلا با اماله گفتی دیگه، یعنی تبدیلش کردی به یا امدی که این در قرائت حمزه هستش. اینا رو توجه داشته باشید، همونی که میشنوید و با دقت اون اجرا بکنید. خیلی ممنونم. خیلی آرزوهاشون رو فرستادن، سعی میکردم از همون اول برنامه اسرا رو ببینم، سعی میکردم مجری بشم تا یه روز مجری اسرا بشم. بعضی گفتن اگه خدا امید دوباره بهم بده با دلی شاد امید دوباره به زندگی خواهش میکنم این رو بخونید. پشم خوندیم. گفتن بچه های قرآنی تربیت میکردم. یه جالبه باشگاه مخاطبان هست میگفتن نوشتن اگه خدا من عمر دوباره میداد سعی میکردم قدر بابامو بدونم، بیشتر بدونم. و میگن که سال 88 اشتباه بزرگ زندگی میکردم سعی میکردم اونو جبران کنم و مطالب دیگه که برای ما فرستادن. بعضی ممکنه الان به جمع بیننده های پیوسته باشن میگن آقا چی داریم خون نوشتن اگه خدا عمر دوباره بنده دیگه هیچ وقت غیبت نمیکنم. گفتن که خسته نباشید، یه انتقاد به برنامه‌تون داشتم. میشه اول اولویت رو به اونهایی بدید که خیلی وقتتون نوبتن، نه اونایی که دو سه بار شرکت کردن. لطفا اگه میشه پیامو بخونید. با تشکر از برنامه خوبتون
0913715130. خب همینطوری هم هست. حالا ممکنه دوستانی که سری قبل شرکت کردن در برنامه سری پیامک دادن برای سری جدید، اینا پیامک دادن، بچه‌ها از بین پیامک‌ها اینها رو رصد می‌کنن. بعدم قاعدتا ما نمیتونیم اونهایی که در سری قبل ثبت نام کردنش کردید، می‌دونید چرا؟ به این دلیل که قطعه‌هامون متفاوت شده. یعنی باید شما این قطعه رو گوش کنی ببینی میتونی بخونی برنامه پیامک بدی. بحث اینجاست. یه موقع هست بچه‌ای در اون مثلا یک سال و نیم پیش ما برنامه شروع کردیم، یهو این صداها تغییر پیدا کرده، امکان شرکتشون نیست. اونایی که در بخش حفظ شرکت کرده بودن خیلی حفظشون الان کامل نیست، یا فراموش کردن یا تسبه مرور نداشتن. برای همین شما همین الان باید پیامک بدید اگه دوست دارید تو هر بخشی شرکت کنید. خب بخشی رو ببینیم بچه‌ها، برگردیم. شب شما بخیر باشه. امشب یه مدیر صحنه گل از برای بچه‌هایی که من یادم میاد آقای سرمدی فکر می‌کنم بودن، که اولین تستای اجرامون که وقتی اومدیم داخل سازمان بودند و خلاصه وقتی حضور دارن دلش محکمه، منشی صحنه امشبمون و برای بچه‌هایی که امشب به جمع اضافه شدن در بخش اسرا. سلام به شما بیننده عزیز. وای متضایی واسطه محترم جناب آقای پویزرگری. باریکه فکر می‌کنم شما هم از مازندرانی ها. بله بله. دیدی گفتم. از کجا؟ محمد وجی هستم، 13 ساله از ساری، از دیستای مدش. من نفهم باور کن منم نفهمیدم استاد. از ساری؟ آخرش فهمیدی؟ من محمد وجی 13 ساله از دوستان مازندران، ساری از دوستای مهدش. محمد وریجی؟ بله استاد، محمد وریجی. بله وریجی. از ساری روستای چی؟ مهدشت. مهدشت. بله. چقدر عشان. از بس روی ماه شما اونجا خود نمایی کرده گفتن آقا اینجا رو بذاریم مهدشت، یعنی ماه دشت، یعنی دشت ماه دیگه. بیشتر از این نمیتونم توضیح. آقای محمد آقا خیلی خوش آمدین. ممنون. ببین محمد علی آقای عابدی زنگ زد، ما هرچی باش خواستیم جب بزنیم گفتگو کنیم جب ما نمیداد. نمیدونم چرا محمد گفت دلم خیلی بارونیه. بعد گفتیم چی شده؟ گفت وجدم خیلی زیاد، هرچی سوال کردیم بقیه جواب نداد، میخواست برای خودش بمونه. حسال شما اوضاع چطوره؟ نسبتا خوبه. خوبه؟ بله. بارونی مارونی هوای دله؟ نه خیلی عالیه، هوای دلم خیلی عالیه. چیه مهدابیه آفتابیه؟ چیه؟ آفتابیه دیگه. آفتابیه؟ بله. الان که دیگه باید قاعدتا مهدابی باشه، شب دیگه. آه. محمد بله دیگه. اونجا بارون میاد؟ بله اونجا بارون میاد. مهدش مهدش چقدر تا ساری فاصله داره؟ مهدش چقدر تا ساری فاصله داره؟ حدودا میشه گفت 2 کیلومتر. 2 کیلومتر پس بله. نزدیکه. خیلی. چقدر جمعیت داره محمد اونجا؟ نمیدونم خدا. آه دقیقا نمیدونم. نه نمیدونم دقیقا نمیدونم. اون وقت الان به همه بچه ها اونجا گفتی که من میخوام بخونم امشب تلویزیون؟ بله بله. همه رو خبر کردی؟ بله اونجا که میدونستم خبر کردم بچه. یعنی, یعنی الان همه مهدشتی ها دارن برنامه رو میبینن؟ آره دیگه نسبتا بیشترشون دارن میبینن. بیشترشون خب مهدشتی ها برای ما پیامک بفرستن اگه دارن ما رو میبینن. خیلی خوب. آقا محمد عزیز 13 سال درسته؟ بله بله. آماده ای الان؟ بله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم الرغبة وما أدريك ما الرغبة
ماشاءالله باریکالله آقا محمد. خیلی ممنونم محمد جان. باش خط ببینیم نظر استاد پورزرگری چیه. احسن بر محمد آقای عزیز طیب الله انفاسکم. محمد آقا بله، حکم لسانن و شفتین رو میدونی چیه؟ بله بله، لسانن و شفتین. آفرین، پس یاد بشه تو اجرا هم خوب اجرا کنی. واوت هم خود بهتر بگو دیگه. لسانن و بگو. لسانن و. آها، حالا کلن یه خود حروف رو شل ادا میکنی، یه خود عربی تر و محکم تر ادا بکن، چون ویژگی اطلاعات استاد عبدالباسط در این حال که باید صدای خوب و فاخری داشته باشی، آهنگش رو خوب اجرا بکنی، این حسن ادا هستش که باید بهش بیشتر توجه بکنی. در شفتین خود صدات سر خورد، در یکی دو جا همینطور به اصطلاح خیلی محکم اجرا نکردی، در این حال خوب خوندی. ما نمره خوب به شما میدیم، امیدواریم که انشالله هرچی بیشتر تمرین بکنی فاخرتر و زیباتر قرائت بکنی انشالله. محمد جان جلسه قرآن هم میری اونجا مهدش یا ساری؟ بله بله. کجا میری ساری یا تو خود هم مهدش؟ من ساری میرم. چه جلسه میری؟ اسم استادان تو بگو. استاد اخوندیان. خب. از استاد اخوندیان تشکر میکنم و همچنین استاد علیشا و دیگه کسانی که در اونجا هستن. بسیار خوب، بسیار. ایشالله که موفق باشی. باشه، من درخواه میخواستم تشکر کنم از پدر مادر و از استاد محترم جناب آقای اخوندیان که برای من تلاش زیادی کردن و از شیخاله محترم که مشفق من است و از آقای محمدعلی حبیبی مدیر مدرسه و همچنین از آقای فرجی و تمامی کسانی که در که من در این هم راهنمایی فرمودن. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. محمد جان بله. اگه قرار باشه از الان نوع زندگی تو تغییر بدی یا یه آرزوی خیلی بزرگی تو زندگی داشته باشی بخوای بهش برسی، چیه اون آرزو؟ کارهای صالح انجام بدی. کارهای صالح و فرصت‌های خوب و غنیمت بشمارم. باریکالله. خیلی ممنونم از شما. ممنون، خدا برات آرزوی بهترین ها رو دارم، شبت بخیر باشه. چقدر خوبه ها، میگه فرصت ها رو میخوام ازش استفاده کنم، این فرصت های نقد که داره دستمون میره رو استفاده کنیم. گفتن که اگه خدا عمر دوباره بهم میداد کلا روش زندگیمو عوض میکردم. سلام، سعی میکردم از کوچیکی حافظ قرآن بشم، سعی میکردم کوچکترین خطایی نکنم که خدا ازم ناراحت نشه. خواهر بزرگواری از فارس گفتن که سعی میکردم گناهی نکنم که رنجشو دارم میکشم. خیلی گفتن سلام، به زندگیم بیشتر رنگ خدایی میدادم، سمت قرآن میرفتم. بعضی سالا رو میخوان حذف کنن از زندگیشون. بعضیا گفتن که مثلا پارسال از زندگیم کلا حذف میکردم، بعضی روز پدر رو به ما تبریک گفتن. خیلی ممنونم از شما. گفتن که از شاگردان استاد پورزرگری هستیم در دوران نوجوانی، به استاد سلام ما رو برسونید. آقای هادی همتی هستن. و آهایین اینا خیلی این پیامک ها تلنگرش زیاده ها. گفته که اگر خدا عمر دوباره میداد قبل از فوت بابام پاشو میبوسیدم. الله، این چیزایی که بعضی موقع ها دست میره دیگه هم نمیشه به دست بیاد. یه موقع هایی یه چیزایی رو میشه جبران کرد، ولی فقدان پدر یا مادر یه اتفاقی که نمیدونم چجوری میشه جبرانش کرد، ولی قدرشون رو بدونیم. واقعا هر کسی تو این دنیا به هر جایی رسیده به واسطه ارتباط با حضرت حق، به احترام و تواضع و کرنش در خانه پدر و مادر هست. یعنی شما دست مادر رو ببوسی، همه عالم به دست بوسی شما میان. شما پای پدر رو ببوسی، پات به بالاترین مدارج که این دنیا خواهد رسید. یعنی این شک نکنید که واقعا خاک پای پدر و مادر اکسیر زندگی ماست. هر چقدر اونا راضی باشن دعای اونا، و داستان در این زمینه خیلی زیاد داریم، فرصت گفتنشو نداریم. فقط اینکه قدرتون رو میدونیم پدر و مادر، و یاد کنیم از همه اونایی که در جمع ما نیستن. خیلی از پدرها الان در زیر خروارها خاک خوابیدن. بشید ولادت امیرالمومنین که روز پدر، خیلی‌ها میرن سر مزار پدرشون، خدا روح اونها هم شاد کنه. سلام به شما. آقا سلام. سلام. الو. الو سلام. حال شما خوبه؟ قربان شما. یه خورده پر انرژی تر برادر من. سلام. بله. حالا خوبی؟ الان صدای شما بیشتر میخوره، انرژیشو بیشتر کن، ما انرژی بگیریم از صدای شما. حالا میذارم سیم تلفنش از ضعیف میشه. من که قشنگ صدا نمیکنم. چرا سیمش قطعیه؟ حالا نمیدونم. از کجا تماس میگیری؟ از مازندران بهش. ای بابا، امروز چرا مثلا کلا رفتیم خطه مازندران؟ چقدر خوب. بله. چقدر خوب. کجای مازندران؟ آقا بله. کجای مازندران؟
با سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان محترم برنامه و موجه برنامه جناب آقای مرتضوی و همچنین استاد عزیز جناب آقای پورزرگری. و خیلی خوشحالم که خدا سعادت نصیبمون کرد که بتونم در خدمت شما باشم. ابوالفضل حسین علی هستم، 19 ساله، از استان مازندران، شهرستان بهشهر. به به، یه بهشهری دیگه. تلاوت آقای عابدی رو شنیدی؟ بله. از کلا میشه که بهشهر صدای ما از مازندران بهشهر. آره خیلی خوب، باره متوجه شد. ابوالفضل جان، جان الان صدای منو جهانی گفت الان صدای منو میشنوی خوب؟ بله. چرا پس اینجوری جواب میدی؟ بله من نمیشنوی بس. ابوالفضل جان شروع کن تلاوتو. باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما شاء الله، بارك الله. آقا ابوالفضل احسن. ابوالفضل جان. آقا ابوالفضل جان. ما شاء الله. خوش استاد بفهم. احسن بر شما آقا ابوالفضل. طيب الله انفاسكم. ممنون. خوب بود آقای حسین علی، خیلی زیبا خوندین و جا داره از این بهتر بخونید، محکمتر از این و پر انرژی تر از این بخونید، روانتر از این، با انعطاف بالاتر از این اجرا بکنید. ولی در این کار در این حال خیلی خوب بود و ما امتیاز خوب به شما میدیم. امیدواریم که با تمرین بیشتر تسلطتون رو بر این تلاوت بالا ببرید. یه خورده باید این عربی خوندن و در واقع متقن خوندن رو تجربه کنید و تمرین کنید. ابوالفضل جان خیلی ممنون. ممنونیم. جا داره در آخر برنامه تشکر کنیم از خانواده. الو جا میشنویم صدا تو، بگو عزیزم. الو ابوالفضل جان میشنویم صدا تو، بفرما. جا داره در آخر برنامه تشکر کنم از خانواده محترم خودم که زحمت کشیدن و تشکر کنم از استادان و الو جناب آقای حاج شیخ علی اکبر محمدی، حاج مهدی محمدی، حاج وحید محمدی و کربلا یبوذر محمدی. بسیار که واقعا برامون زحمت کشیدن و گل کاشتن برامون. خیلی ممنونم. ازشون داریم و یه هیئتی داریم به نام انصار حسین علی السلام که واقعا بچه‌ها دارن فعالیت میکنن، زحمت کشیدن. باری کرد. ان شاء الله موفق باشی، شبت بخیر باشه. من ببخشید نمرمون میتونید بگید چند تا؟ نمرتون خوب بود. خداحافظ. خداحافظ. نمیدونم چرا ما با بهشهر امشب ارتباط داریم، بعضی امور نمیشتن بچه ها. گفتن که اگه دوباره زندگی میکردم مردونه زندگی میکردم. باری کلا. گفتن اگه برمیگشتم واقعا برنامه اصرار میدیدم چون دیشب ندیدم. حالا نه، منظور یه عمر دوباره، حالا یه شب و خیلی خوب. و سعی میکردم یک روز دیگه فرصت پیدا کنم خودم و بچه هم حافظ قرآن و عامل به قرآن بشیم. یه نکته خیلی جالب، حال همه از گذشته گفتن، یه نفر گفته خداوند انشالله یه بچه میخواد به من بده، اگه این فرصت رو در اختیار من بگذاره که این فرزند سلامت به دنیا بیاد، میخوام حافظ قرآن و عامل به قرآن بشه. انشالله این اتفاق بیفته. شمارش هم بگم 918-160-20 هست این برادر یا خواهر بزرگوارمون. گفتن دوست داشتم که بهترین خدمتگزار امام عصر علیه السلام باشم، سعی میکردم فرصت‌های خوبم رو از دست ندم و همه اونها رو دریابم و به تحصیل علم میپرداختم، نقصامو کنار میذاشتم، مادرمو شاد میکردم. اینا همه تلنگره ها.
یادمون باشه هر چه زودتر این کارو انجام بدیم. فقط سکوت میکردم یا لااقل کمتر حرف میزدم. یکم جالبه، یه شاید طنزی توش نهفته است. استاد گفتن که اگه دوباره برگردم بیشتر واسه خودم از این جوجه رنگی های کوچولو میخریدم، چون الان که میخوام بخرم میگن دیگه بچه برو درس بخون. سلام بر شما آقا. سلام. سلام، حال شما چطوره؟ خوب. خوب بله. الان خوبت خیلی بیرمق بودا. خوب. دوست داری چه امتیازی الان بگیری از برنامه اسرا؟ امتیازش خوب باشه. نه دیگه، از خوبم بالاتر داریم. عالی. باریکلا. الان حال شما چطوره؟ خوب. نه دیگه، حال خوبه. نه، عالی. عالی. باریکلا. اسم خودت رو معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت موجه تمامند شبکه قرآن، آقای مرتضوی و قاری ممتاز کشور، آقای پورعزگری، مهدی وزیر گنجی هستم، 11 ساله از کرج. بابا چقدر خوب معرفی کرد، باریکلا. استاد البته حالا منو که لست داشتید، ولی چقدر خوب و سریع تون خیلی خوب بود. آقا مهدی ورزگر گنجی. بله. از کجا؟ کرج. 11 سال. بله. کلاس چندمی؟ ششم داریم دیگه تموم می‌کنیم امتحان. امتحانات چطوره؟ سلام برزونید. سلام برزونید. چه سلامایی هم می‌رسون امتحانات. چطور امتحان رو پشت سر گذاشتی؟ خوب بوده؟ تازه الان اولین امتحان داریم. چی بود امتحان اولتون؟ فیزیک آسمانی. چی؟ هدیه های آسمانی. خب 20 دیگه. آره. هنوز درس نکردم بابا. نه خودت که خب میدونی چیکار کردی که؟ بله. دیدی اون سر جلسه امتحان که بیرون اومدیم گفتی همه رو درست حل کردیم ما. همه چی عالیه. عمرها میومد. آبرو میرفت. آقا مهدی عزیز. بله. آماده ای برای تلاوت؟ بله. امروز سر امتحان اول که دادی گفتی به بچه‌ها من امشب می‌خوام بخونم تلویزیون نگاه کنیم. بله. امشب همه دارن می‌بینن دیگه. مهدی؟ بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتم من لقمة وما أدريك ما لقمة. ماشاءالله. باریک الله آقا مهدی. احسنت. باریک الله آقا مهدی. خیلی خیلی خوب بود. باریک الله. آفرین. فقط حالا من تذکری که بهشون بدم این هستش که در اون شروعها شما یه فشارهای اضافه وارد میکنی که حالت ریتم پیدا میکنه خوندن. علم علم. ببین علم نه علم نج اینطوری نشه، مواظب باش. ألم نجعل له عينين ولسانا. این نرمی رو تو خوندنت حفظ بون، مواظب شو این ضرب ها رو ایجاد نکن در خوندنت و حالت ترقیص در خوندن ایجاد نشه. ایشالله موفق باشی. آرزو میکنم که در آینده جزو قاریان خوب و مفاخر کشور ما باشی. خوشحال شدم. مادرم و استادم تشکر. آقا مهدی. بله. مجریگری هم میکنی؟ مرسی. خوب گفتی ها. تشکر میکنم. شما لطف. نه جدی دارم میگم ها. این بخشش دیگه دیگه تا یه حدودی من میفهمم چی دارم میگم. تو بخش دیگه خیلی تخصصی صرفم. انشالله موفق باشی. تلاش کن. انشالله موفق میشی. انشالله ببینیم در بخشای بعدی برنامه. انشالله. شما اگه یه عمر دوباره خدا بهت بده. حالا الان هم عمر دوباره است. 11 سال چیزی نگذاشته. دوست داری چه اتفاقی برات بیفته؟ آرزو چیه مهدی؟ قرآن حفظ کنی ان شاء الله. اتفاق چقدر داری تلاش میکنی برای این کار؟ تلاش مثلا داری مثلا هر سوره‌ای که حفظ کنی، هر سوره‌ای که با عبدالرسول کار میکنی اونا حفظ میشه. باریکالله. ان شاء الله موفق باشی. نشما شبت بخیر. خدا حافظ. تلفن داری؟ خیلی خوب. فعلا نداریم. من بخونم همینجوری داره برام پیامک میاد. من میتونم یه چیزی بگم؟ جان حیفم میاد نگم آخه. جان استاد بفرمایید. چون بحث که چیکار کنیم و اگر که خدا فرصتی داد، من یاد دو تا فرمایش از آقا امیرالمومنین و پیامبر اکرم صلوات الله علیه افتادم. اگه فرصت هست بگم. اگه فرصت نداریم وقتتون رو نگیرم.
چی از این کلام بهتره؟ چون کلام پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه و آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هست. حضرت علی صلوات الله سلام علیه فرمودن که الفرس تمر مر السحاب فاغتنموا فرس الخير. چون پرسید فرمودن دوستان که میخوام فرصتامو غنیمت بشمارم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن که اغتنم خمسا قبل خمس. بله اولا حیاتک قبل موتک، این زندگانی تو قبل از اینکه بمیری قدر بدون. شبابک قبل حرمک، جوانی تو قبل از پیری. صحتک قبل سقمک، سلامتی تو قبل از اینکه بیمار بشی. فراغک قبل شغلک، این که آسودگی گرفتاری نداری قبل از اینکه گرفتار بشی و مشغلت زیاد بشه. و غناک قبل فقرک، اگه وضعیت خوبه قدر بدون تا قبل از اینکه خدا نکرده اوضاع به هم بریزه. حالا همینا توش خیلی حرف هست، هر کدوم از ما اگه هر کدومی از این فرمایشات گوهربار رو بهش دقت بکنیم و به کلام معصومین بیشتر مراجعه کنیم، ازش مطالعه بکنیم، درسای بزرگی در زندگیمون میگیریم. بسیار خیلی ممنونم، نکته بسیار جالبی بود. بعضی هم گفتن که ما دوست داریم مثل استاد پورزرگری بشیم، ما اینم چون شما من گفتیم از همین الان شما درود بفرستم. نه آرزو موفقیت کنید برای شما. یک فردی پدرشون از مراجع تقلید بود، خدمت پدر رسید گفت پدر من آرزوم این است که مثل شما بشم. اون مرجع عالی قد تقلید فرمود که پدر جان من میخواستم امام صادق بشم، شدم این، تو اگه بخوام مثل من بشی چی میشی؟ بله ان شاءالله که شما خیلی از ما بهتر بشی. دوستان جاشون حداقل جای موجی که میتونن بشینن دیگه. ببین تا این لحظه کسی نخواسته بود جای من بشینه، و حالا تو یواش یواش داری توپو تو زمین منم میندازی. نه نگفتن، خداییش گفتن که میخواستیم بالا این گفتن دیگه. ان همه جوانامون موفق بخونن. گفتن یه نکته خیلی خوب، چشم، فرصت هم نداریم، میخوایم تلاش استاد منشاب یه نکته قشنگ میگه، ای کاش میتونستم این فرصت داشته باشم قبل از اینکه مادرم از دنیا بره قرآن بیشتر بهش یاد بدم. حالا یکی از آرزوهای بیننده های عزیز ارجمند. ما هفته بعد انشالله در خدمت جناب استاد پورزرگری بخش استاد منشابی رو خواهیم داشت. حالا بچه‌ها بگن چهارشنبه یا پنجشنبه، چون تغییری ما هفته ممکنه داشته باشیم. این تلاوتی قرار هست منشابی خونا برای ما بخونن و تقلید کنن الان آماده است جان؟ سه‌شنبه. خیلی خوب، هفته آینده انشاءالله در خدمت منشابی خونه خواهیم بود. توضیحاتش حالا رسیدیم خدمتون خواهیم داد، فردا شب فکر کنم بتونیم بیشتر توضیح بدیم. ببینید قطعه تلاوت استاد منشابی رو، قابل توجه منشابی خونه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا قرار است که سه شنبه هفته بعد شما این قصه رو تقلید کنید دیگه. بذار بگم دیگه، سه شنبه هفته بعد قرار است که در خدمت سه شنبه چهارشنبه در خدمت جناب استاد پورزرگری باشیم. جناب احمد و ابو قاسمی سفر تبلیغی خارج از کشور دارن برای تلاوت، و ما از این فرصت بهترین استفاده رو کردیم که یه تلاوت یه شب تلاوت استاد منشاوی داشته باشیم، یه شب هم تلاوت استاد عبدالواسط همین روال رو پیش بگیریم. سلام به شما بیننده عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم آجی آقا مرتضی بزرگ. عزیزم من میتونم یه چیزی بگم؟ بله. من بگم؟ بله. شما خودتو معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا آقای بازیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا بازیاری هستم، 10 ساله از روستای اشکالی تنگستان استان بوشهر. به به، از چه جایی تماس گرفت؟ از شمال
بهشهر رو اینجا رفتیم به تنگستان، روستای اشکالی گفتی؟ بله. چقدر فاصله داره با خود مرکز تا خود بوشهر اشکالی؟ علی رضا؟ دور بره یک ساعت میشه. یک ساعت میشه؟ بله. میدونی چقدر جمعیت داره اشکالی؟ 300 نفر. 300 نفر؟ یا 300 خانوار؟ نه. نفر؟ نه. بابا اونجا هست کمکت بکنه؟ نه. خود تنهایی؟ نه، عموم پیشم. عمود میشته؟ اومدی توی اتاق که راحت بتونی تلاوت کنی؟ آره؟ بله. خیلی خوب، ما در خدمت شما هستیم. علی رضا فقط قبلش بگو، فرصتم خیلی نداریم. سوغاتی اونجا هم خورماست؟ بله. اونجا خورما بیشتر میکارن؟ خورما رطب. رطب؟ بله. آخه فرق خورما و رطب چیه علی رضا؟ فرق خورما دیگه هم این خورما یعنی بون دیگه چیست یه جوری رطب هم جور رطبی جوریه. خیلی ممنونم، متشکرم از شما، خیلی راهنمایی کردی علی رضا، ماشاءالله. خیلی خوب، آماده‌ای برای تلاوت؟ بله. سر حال؟ بله. قشنگ این تلاوت رو تمرین کردی دیگه؟ بله. بخون ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. ألم نجعل له عينين ما شاء الله ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ماشاءالله. باریکالله آقا علی رضا. علی رضا جان. بله. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. استاد باریکالله آقای بازیاری، خیلی خوب زیبا خوندی، اما چند تا نکته من تذکر بدم خدمت شما. اولا نون مشدد دو حرکت قنه داره. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناهن نجدین. بعدم فتحه ها رو نکش. نجدین فلقت حمله غلطه. عینین نه، عینین نجدین جدین. حتی در وصل ها مواظبش فتحه ها کشیده نشه. استاد فرصت و از کامل تمام مواظب باشید که خلاصه خود از این محکمتر و زیباتر. علی رضا شبت بخیر. خوب بود. اجازه بفرمایید جان. از استادم تشکر کنم، حاج عباس هاشمی قاری بین المللی. بله. عمویم اسماعیل کشتگاه و استاد شهریارم محمدی خواب و سید علی حسینی و در مادرم عزیزم که برایم زحمت فراوان کشیدن. موفق باشید. تشکر میکنم ازت علی رضا. از شما تشکر. شبت بخیر. خب استاد خیلی لطف کردید. تشکر میکنم از شما. پیشا پیش باز هم میکنم برای همه شما عزیزان و بینندگان عزیز. باز هم تبریک میگم به شما. پدر ان شاء الله موفق باشید. کوتاه‌ترین پدرها مبارک باشه. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو اللهم عجل لولیک الفرج فرجا. شب خوب باشید. اجرمت به مناسبت میلاد با سعادت اسدالله الغالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مراسم جشن باشکوهی برگزار می شود. خبر می کنم میگم آقام علیه سینما سفر میگم آقام علیه. جمعه سوم خرداد ما از نماز مغرب، خیابان آزادی بعد از دانشگاه صنعتی شریف، بلوار شهید اکبری، بقعه شیخ ترشتی. هیئت محبان الرضا علیه السلام، پیروان ولایت فقیه.